نه خب چرا خوب مباشر گفتی، فرد من حیف میتونید احساس از میکنم اینو شما میبینید. دیدگاه آلمانی بذارید من میبرم رو سایت بهتون نشون میدم. بله بله آقای میتونید مهندس. استفاده کنید سمت راست یه بخشی داره برای سلکت کردن، میتونید از اون استفاده کنید نشون بدید سمت چپ. آها الان میبینن ماوس منو دوستان، من کجا رو بعد دارم؟ سلکت کنید یه فلش شده، فلش شده. آه سلکت باید بکنم، آه به سلکت این بکشید بکنم. ما آها اینجوری نمیدید. الان میبینن، آها اینجوری الان میبینن. آره الان دیدم. خب بسیار عالی. من الان خب بخوام بسیار عالی. برگردم من بخوام الان بخوام برگردم رو حالت قبلی، یه آندو بزنم برمیگرده دیگه. آها یه از سایزم سمت داره چپ اینجا، بالا. زوم داره توی این که من بتونم از زوم بله بله استفاده. زوم هم داره، ولی سمت چپ بالا یه علامت داره سلکشن، شما اون رو انتخاب کنید به این صورت. الان میبینید من سلکت میکنم روی صفحه، سلکشن سمت چپ بالا. همون سمت نوار سمت چپ هست، ساید سمت چپ که یک سری آیکون داره، اولین گزینه سلکشن. بله یه تکس، بله یه تکس، بله سلکشنه، بله سلکشن مارکر و و و میخوام ببینم زوم میکنه رو همین صفحه، من میخوام زوم کنم. آها آها فهمیدم فهمیدم، آره آره پایین صفحه، من دنبال یه ابزارک اینجا. ببینید من برگردم به اسلاید قبلی، من سفر زوم میکنم. آقای یوسفی دوستانم زوم شده میبینن دیگه یا نه؟ فقط بر من زوم میشه؟ بسیار ممنون. خب ببینید اینجا 26 جولای 2020 توی این محدوده وجود داشته که براتون سیاه کردم. حالا میرم توی دوم فوریه 2021، میبینید یه رشدی داشته، متوجه شدین؟ یعنی تو رفته تو اون سربالاییه. قبلا کجا بوده؟ ابتدای سربالاییه بوده، حالا رفت تو فوریه 2021 تو توی سربالایی. حالا نکتهش اینه که خیلی قشنگ شما، من یه ذره بزرگترش رو کنم، ببینید از اینجا رفت بالا و خب این نشونه اینه که داره مدل درست جواب میده. برگردیم اعدامش، دیدیم تو حالت 2020 ابتدای سربالایی بود، حالا رفته توی اون سربالاییه. و یه زومه بکنیم اینجا، ببینید یه خورده اومدم تو بازه 2 ساله دارم نگاه میکنم چارتو. تو 2021 میبینید، تو 2020 میبینید اینجا قرار داره، تو 2021 رشد کرده دوباره رفته تو اون سربالاییه. ببینید اول سربالاییه، بعد توی 2021 عملا این اتفاق براش افتاده. و نگاه کنید به این خط وسط رو میبینید همینجوری داره میاد بالا، و این خط آبی رنگه و این توصیه تو این بازه قراره به چرخه. بریم یه ذره جلوتر، رگرسیون که خاطرتون هست، لاین رگرسیون توی S2F بر اساس قیمت همونطور که میبینید تو 2020 رسیده بوده به یه همچین جایی، و بعد میبینیم که یه همچین رشدی میکنه و توی همون الگو داره میره جلو. حالا همه اینا رو گفتم به چی اشاره کنم؟ به جذاب ترین قسمت این کلاس. ما میخوایم ته این داستان، کاری نداریم مثلا S2F چیه S2F چی نیست، یه سری اینجوری نگاه میکنن دیگه.
میخوان از توش پول در بیارن. دقت داشته باشین که این فقط تشریح یک مدل و به عنوان یه ادوایس، فاینانشال ادوایس در نظر نگیرید. من خیلی نگران اینم که فردا همه اینا رو تیکه، بالاخره این ویدیوها میاد بیرون دیگه، تیکه تیکه در بیارن، فلانی مثلا اینجوری گفت، دیدین نشد. این همه مدل، مدلم من دارم توضیح میدم و میگم با یک ابزار به هیچ عنوان به جنگ این بازار نمیشه رفت، باید از ظرفیت بیشتری استفاده کنیم. همین داستان رو من چون این ویدیو رو قبلا یه تهیه کرده بودم برای جایی استفاده شده بود بر اساس این مدل، در تاریخ 26/7/2020 میبینن این سفر دیگه همه قیمت، من این رنگ اینم بتونم اگر عوض کنم عالی میشه. اینجا میبینید قیمت رو چقدر بوده؟ 9900 دلار. اصلا به اینجا نگاه کنید، فقط این قسمت. فقط این قسمت رو بی زحمت تماشا بفرمایید. 26/7/2020 9000 دلار بوده. پردیکشنی که پیش بینی که انجام داده بودن میگفته اون خط سیاهی بود که وسط کشیدن، وسط کشیدن. ببینید کجا دارم میگم؟ اگر نرفته باشه این خطایی که کشیدیم، آه هستش، برش گردونم. این خط وسط که کشیدم، الان اینجا فقط زردش دارم میکنم که ببینید شما. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ گفتیم که آقا یه خط، یه بورد لاین داره، یه مید رنجی داره که بین این داره حرکت میکنه. من اینو کجا در نظر میگیرم توی این جدول؟ این prediction price میگه وقتی که 9000 دلار بود، به خدا اگر میگفتی به کسی 13000 دلار میشه، همونجا خونت مباه بود، گردنتو میزدن. یه همچین تفکری وجود داشت، یعنی خیلی ها نمیپذیرفتن. حتی من خاطرم هستش که با نشریه، یه نشریه هست توی حوزه بانکداری و خدمت صنعت بانکداری و حوزه ارزهای دیجیتال و فینتک به نام وی تو پی، راه پرداخت. بذار من بنویسم آدرسشو، احتمالا دوستان در مورد شنیده باشن. مجموعه قوی، حالا خوبم، بچه قوی هن، واقعا کاری که دارن انجام میدن کار با ارزشیه. waytopay.com یا .ir، حالا دوتاشو ببینید دیگه. با اینا مصاحبه انجام، یعنی از فعالین صنعت داشتن چیز میگرفتن. من گفتم آقا بعد از هافینگه که برج دو انجام میشه، شروع یک رونده، ولی این رونده تا یک سال میتونه به تعویق بیفته بعد از چی؟ خود هافینگه. که اون موقع منم یه قیمتی رو پیش بینی کردم، فکر میکنم برای منم جزو بزرگترین ها بود، ولی خب به هر حال یه مقدار انتقادم شده بود که اصلا اینا چون دارن تبلیغ میکنن برای همچین چیزی هم نیستش. من دارم عین مدل رو دارم اینجا توضیح میدم. یه پردیکشن با یک انحراف معیار داره. دات آره، بسیار عالی، ممنون که اصلاح کردین آقای باقری. waytopay.ir هست که اونجا فامیلی منو بریم توی قسمت سرچش گوگل کنید، یه سری مصاحبه هست، یه سری مقالات که اونجا از من بازنشر شده یا کلا برای خود اونا نوشتم که منتشر شده. حالا اینجا همونطور که مشاهده می‌فرمایید، پردیکشن رو 13000 بوده، زمانی که چقدر بوده؟ 9000 تا. حالا میگه با یه انحراف معیار 23 رو میتونه ببینه. جایی که 20 آقایون میومدن میگفتن، تحلیلگران راکفلر می اومدن میگفتن میشه 12000 دلار، من واقعا تحلیل دیگه، من هر جوری می اومدم نگاه میکردم، میگفتم ام وی آر ویش جاش خوبه، مدل استاک تو فلوش جاش خوبه، رینبوش جاش عالیه، چرا اینا دارن میگن 12000 دلار؟ و یک جز کوچک هم، یه ساتوشی هم من نفروختم رو 20000 تا. و دیدم بعدها دیگه، حالا بازار یه ذره اصلاح کرد، اومد پایین،
حتی گفتم اگر به 12,000 برسه حاضرم باز اضافه کنم به سبد سرمایه گذاریم، که خب هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، از 17 گازش گرفت و اومد تا همین الانی که میبینید تو این قیمت هست. با یک انحراف معیار میگه 23,000 تا. با دو ان... یک این یه انحراف معیاره، یه انحراف معیار دیگه هم داره که میگه تو معکوسش، یعنی تو حالت ریزشیش میتونسته از 9,000 تا برسه به چند؟ به 7,300 خورده ای. و حالا تو حالت این ضربی ها، یعنی رفته بالا تقسیمی ها اومده پایین، یک انحراف معیار، و تو حالت دو انحراف معیار جالبه اومده گفته به 47,000 دلار میتونه برسه. به خدا همون موقعش هم یه من خودم میگفتم رو ATH بزنه رو 20,000 منطقه، یعنی گازشو میتونه بگیره بره تا ATH، ولی تو باز کوتاه مدتی خیلی من براش متصور نبودم که یه همچین عدد گنده ای برسه، که خب دیدیم رو دو انحراف معیارش اتفاق افتاد. بیایم این ورتر جدول بکشیم این ورتر، این مربوط به چه سالی بود؟ 2020 26 7. حالا 1/2/2021 میگه کارنت پرایس چقدره؟ 33,000 دلاره. همین چند الان چندمی؟ هفتمی. 6 روز پیش میشه. پریدیکشن پرایسش میگه تا 41 میتونه بره. بابا دید دیگه. کاش این صفحه رو ما جلسه پیش رسیده بودیم بهش که من همون موقع به شما میگفتم این 41 رو میتونه ببینه. کسی که میخواد یه ملق بزنه تو بازار 7 روز 8 روزه یه 7 8000 تا بذاره جیبش، یا نه نمیخواد مثلا 33000 تا سرمایه گذاری کنه، کمتر یه 7 8000 تا میخواد یه پشتک بذاره جیبش، بهترین فرصت الان. و جالب تر این که میگه اگر با یک انحراف معیار براش متصور باشیم این 73000 دلار رو مثل چی میگن؟ بنز میگن؟ باقلوا میگن؟ میبینه. و اگر بخواد بریزه تا 23,000 تا میتونه اصلاح انجام بده. من یه مقداری همین نگران عید چینیام و منتظرم ببینم که اینا سنگین نقد دارن میکنن. خب حجم قابل توجهی داره معامله میشه. اولین باره که در تاریخ اتر به بالای 1 تریلیون دلار در روز به عنوان معامله میرسه. XRP 3 برابر گذشته داره معامله میشه. آقا این پول داره میاد دیگه، یه سری دارن میفروشن یه سری دارن میخرن دیگه، فقط نمیفروشن که بذارن اونجا، کسی نمیخره اگه فقط عرضه باشه. که حالا جالبیش اینه که با دو انحراف معیار داره میبینه 147,000 تا. با یه نسبت طرف این وسطین ساده و یه خورده شم ریاضی کوچولو شما میتونید به این نقطه برسید که این دفعه پیش به 47 رو پیش بینی کرده، با دو انحراف معیار شد 41. یعنی prediction پرایسش با دو انحراف معیار current prediction چی prediction با دو انحراف معیار مدل قبلی به prediction پرایس الان رسید تقریبا با یه انحراف مثلا 5-6,000 تایی، اونم از چه فاصله ای؟ از مثلا قیمت 9,000 دلار که استارت زده اومده بالا. الان با این 147 تا من فکر میکنم بزنم اینجا، نظر شخصی منه، 125 هزار دلار پر BTC. میتونه 125,000 تا رو ببینه. تو چه بازه‌ای؟ تو بازه کمتر از یک سال. همین الان که داریم صحبت میکنیم برج دویی میتونه دیگه مثلا 10 ماهه میتونه به این عدد برسه، پتانسیل اینو داره. این عدد این جدول براتون درسته، جدول براتون جذاب بود اصلا؟ چقدر اعتقاد، یعنی چقدر براتون هیجان انگیزه که بیایم بریم سراغ دیتای لایف؟ من خودم واقعا اینو دیدم دست و بالم داشت میلرزید که چقدر قشنگ